کدام اسلام؟ کدام اسلام؟ خبرنگار دشمن داره نقل میکنه. یا آقا ما همچین چیزی تو جنگا ندیدیم، بالاخره ما عربیم، جنگ زیاد دیدیم تو این فتوحات و فلان. من ندیده بودم، چیز عجیب غریب بود، آمیزه ای از احساسات بود. وسط دعوا اخلاق درس دادن، وسط جنگ، وسط دعوا اخلاق درس بدی. وسط جنگ طرف اومده سوال داره میپرسه از امیرالمومنین، سوال در مورد توحید و چه و چه. یارو من گفت آقا وسط جنگ وقتی این حرفاست، حضرت فرمود بیا بیا چیکار داری، ما برای همین چیزا داریم میجنگیم. بعد جنگ دو نفر سوار اسب داشتن با هم صحبت میکنن، حضرت فرمود بیاد پایین، اون اسبا صندلی شما که نیستن، گناه دارن، بیاد پایین. وسط جنگ یه دعوات میشه با یه نفر، هرچی دمه دستت میاد پرت میکنی، داد و بیداد میکنی، هرچی فوش میدی میگی، هممون اینیم. وسط دعوا باید نرخ تعیین کرد، اهل بیت نرخ تعیین کرد. بعد از جنگ جمل حضرت دستور داد، گفت جنازه های اینا رو زمین نمونه ها امیرالمومنین، با جنازه رو زمین نمیمونه. امیرالمومنین فرمود دفن کنید. یه وقت اینجا برادری پسری، جنازه برادری پدری چیزی میبینه سخته، مبادا بذارید دو سه روز زیر آفتاب بمونه. طرف شطور و مالیات گرفت، همونجا میخواست سر برد، یا سر برید یا میخواست سر. خبر به امیرالمومنین جوری توبیخ کرد، گفت صاحبش بزرگش کرده شطورو. بعد شیفت کنم بریم اونور ماجرا، به خود متوجه عمدن دستور دادن زن و بچه ها رو از کنار جنازه ها ببرن. عمدن دستور دادن، گفتن بچهش داره بهانه میگیره، یه 3-4 سالش یه دختری داره. گفت سر شوهرش ببرید. ببین دو نوع اسلام، دو نوع اسلام. بعد از جنگ جمل امیرالمومنین محمد ابن ابی بکر داداش عایشه رو صدا کرد، گفت شما برید جلو، کسی دیگه جلو نره، ناموس پیامبره، هیچ کس جلو نره. حضرت دستور داد 40 تا زن آوردن، همه رو لباس مردونه پوشوند، نقاب زدن، هیچ کس نفهمید، یه کار کاملا امنیتی. و محمد ابن ابی بکر و برادرش، گفت تا اونجا باش حرف نمیزنید که لو نره ماجرا، میبرید میرسید. تو راه بقیه فکر کردن مردن، ترسیدن حمله کنن، چون بناشون این بود همسر پیامبر کشته شه دیگه جنگ تمومی نداشت. تا همین امروز عایشه تو راه فحش میداد به امیرالمومنین، ناموس پیغمبر رو بین 40 تا مرد داری برمیگردونی مدینه، حالا تو کجاوه بودا پوشیده فلان. بعد که رسیدن اونجا نقابا رو برداشتن، دید فقط این جمع یه مرد داشتن، محمد ابن ابی بکر. اینم تاریخ نقل کرده که اینجا باز خوب گفت به امیرالمومنین که آه خیلی مردی مثلا. من اینا رو دارم میگم، خودتون ورا داریم میشنوی دیگه، متوجه میشی که یه سوال میگه به اینا زنجیر بستن به دستشون، زن داشتن تو سپاهشون، بگن شرعیات رو رعایت کنید، این تناوار اینا رو باید زن بره جلو ببنده. ها باقا علی ابن حسین گفتن آقا شما بیا برو اینا رو ببند، بردارن ناموس پیامبر رو ببرن به چرخونن شهر به شهر. بزرگترین مصیبت برای اسلام مقایسه همین دو رفتار از اسلامه، این جهلی که اینها ساختن. داعش رو اینها ساختن، اسست اساس از ظلم و جور. داعشی ها فکر کردید وقتی میخواستن کاری انجام بدن چیکار میکنن؟ گفتن در صدر اسلام امیرالمومنین یزید هم انجام داده، پس میشه، پس میشه، ما از او دارن الگو میگیم. ما البته الگو اون امیرالمومنین ابا عبدالله امام حسن. تو همین ماجرای سوریه بارها بین ایرانی ها و روس ها تنش به وجود میومد سر اینکه شما حق نده مردم عادی رو بزنید. اصلا موشک های نقطه زن ما به خاطر اینه که بیگناه کشته نشه، اونا اصلا بحثی سر موشک های نقطه زن ندارن، میگن 500 بدون ورترم خورد، خورد به درک خورد. آمریکایی ها اینجوری نگاه میکنن، حجت تمامه، والله تمامه، دارن فریب میدن، ایده خودشون رو نمیفهمن.